فرش صلح. فرش آبی که شماری از جوانان را برای صلح‌خواهی در کابل گرد آورده است. جوانان با راه اندازی نمایش از لباس‌های افغانی از مخالفان مسلح می‌خواهند تا بر روند صلح در کشور بپیوندند. هدف از پهن کردن این فرش صلح همانا این بود که ما به گونه پیام صلح را برای مردم افغانستان، برای جهانیان و در کل برای تمامی گروه‌ها و نیروهای مخالف مسلح و حکومت برسانیم. صلح با مردم افغانستان یک رویا شده است. صلح با مردم افغانستان یک خیال شده است. باران رحیمی یکی از جوانان مدل در کابل که یک سال می شود در گروه مدلینگ به نام گلستیپ مشغول مدلینگ است، هدفش از برگزاری این نمایش را آوردن تغییر برای صلح می گوید. صلح رویا نیست. ما جوانان می خواهیم دست به دست هم داده به این که جنگ خاتمه بدیم. شماری از این جوانان حضور زنان و جوانان کشور را در روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح کمرنگ و سمبولیک میگویند. باید یعنی صلح واقعی را بر ما بیارن، صلح که یعنی ما را بتونن که در او دخیل بسازن، نه که ما مثل یک سمبول باشیم در وجه. جوانان بیشترین قشر از جامعه را تشکیل میدهد. اگر حکومت به جوانان فرصت بدهد برای ایجاد صلح، نقش اساسی را در این عرصه ایجاد خواهند کرد. اما مسئولان شورای عالی صلح میگویند که زنان و جوانان در روند گفتگوهای صلح در کشور حضور گسترده دارند. هیچ موضوع حقوق مردم افغانستان که هم از زن و مرد عضو یا شهروندان نیز در زمین هستند در مذاکرات صلح نادیده گرفته نمیشه. مسئولان شورای عالی صلح میگویند که بیش از 16 تن از زنان اکنون در سطح رهبری این شورا قرار دارند و نیز 100 تن از زنان در سراسر کشور عضویت این شورا را می‌سازند.